ادامه لحظات شیرین آشپزی به همکاری پگا، پیام‌آور سلامتی و نشاط. روبه هدیه است و خوشم می آید و و بهتری در بین همه کنون جادو یا چیز دیگری. با شما هستم دوستای عزیز. از شیرینی خمیرش آماده شد و حال صرف از این غذا مانده که باید ای را هم آماده بسازیم. یک دانش یک طرفش آماده شد، پختش کردیم، باید که طرف دیگهش دور بتیم تا طرفش هم آماده شد تا ما بتانیم خوبتر و خوشمزه تر آمدش کنیم. به شکل باید که هر چهار طرفش باید به می شکل حرارت داده شو و پخته هم شو و هیچ قسمت از این نباید خام مانده است. به شما این خوب به این شکل آماده شد و نوبت گوشت است که گوشت هم باید از داخل آب بیرون کنیم. باید که هر چهار طرفش به شکل بسیار خوب و درستش آماده شد و ما بتانیم خوبتر هم آمادهش کنیم. گوشت را که ما داخل آب جوش رو اضافه کرده بودیم 100% آماده شده، ایره یک قسمت تک میمانیم تا کمک چی شوه؟ سر شوه. آیست آیست آماده میشه و از شیرینی که آماده ساخته بودیم ایره قسمت میمونیم به خاطر ازی که باید که دیگه موادش آماده بسازیم و حالم نوبت میرسه به پسته که کار نداریم، دیگه ایره قسمت میگذاریم و این مواد که ضرورت داریم این قسمت باشه، پیاز و گوشت مرغ. یا همش آماده شد، به شکل خوبی آماده ساختیم و یک بشقاب قسمت میمانیم به خاطر از اینکه همه سبزی ها را باید که به یک اندازه خوبی برش کنیم با اندازه که ضرورت داریم. از بادنجان رومی کلان نیم عددش ضرورت داریم و این قسمت مغزش هم دور میکنیم به خاطر از اینکه ما نمیخوایم قسمت داخل غذایی که آماده میسازیم آبدار باشه، به خاطر باید که ایش دور شه. این هم به شکل و مرچ دلمه را به اندازه آخر نازک نازک برش میکنیم. به اندازه همیشه همیشه برش میکنیم، آماده میسازیم و تا وقتی که ما این مشت دورمه را آماده میسازم او قسمت هم کرپس آماده شده. به این شکل ایش هم آماده شد. کجا بانه میره؟ آها، داغ بود. در قسمت میبینیم در قسمت روی زیم مکمل خسته گل آفتاب پرستی که ما آورده بودیم برش پاش میتیم تا خسته را به خود جذب کنه. به شکل خب به شکل خسته را هم به خود جذب کرد، به شکل خوبی هم آماده شد و نوبت عزیز که باز هم در داخل کرایی کمک که روغن اضافه کنیم. ما میخواستم کمی بیخی زیاد شد. ولی نباید که زیاد شده به خاطر از اینکه روغن زیاد ضرر زیادی هم داره، به خاطر باید که متوجهش باشیم. خب به این شکل وقتی که آماده ساختیم خمیری که آماده ساخته بودیم یک ملاقه دیم یک طرفش اضافه میکنیم و بعدش به این شکل هموارش میکنیم و به چهار سه به چهار طرف به شکل تقسیمش میکنیم تا ما بتانیم خوب تر پختش کنیم. میکسره میشه می شکل آیسته آیسته آماده میشه، یعنی ای هم آماده شد و ایجا ازی ضرورت نداریم یا ببرن باید. و نوبت بادنجان رومی هم است.
مثل که ما با مرچ و دلمه رو بسیار نازک نازک برش کردیم، باید که این بادنجان رومی رو هم به مو شکل نازک 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 برش کنیم به شکل ده همین قسمت میگذاریم. به این شکل باید خوب نازک نازک شد که این قسمتش شکمه که باید دبل نباشه. یا آماده شد و چی مانده؟ مرچ تازه. این هم تا جایی که امکان دارم تا نازک 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 برش میکنیم. یک کمه که گتون شد فرق نمیکنه. اضافه کردیم. سیره بعدن اضافه میکنیم و نوبت پیاز هم است. پیاز هم به میشکل باید که خوب نازک نازک آماده شوه. و از این خمیر هم یک طرفش آماده شده و یک طرف دیگه شده سرخ میکنیم تا اون طرفش هم خوبتر آماده شده. ای پیاز هم آماده ساختیم و می اندازه پیاز بس است. کرپس که آماده ساختیم به خاطر غذا امروز ما یک شد از این خسته اضافه ساختم به خاطر خودم و یک دیگه شنده انداختم به خاطر همکارم گفتن که ما گلندر دستیم نمی خوریم به خاطر هیچ اضافه نمی کنیم. و ای هم ای طرفش آماده شد کمش مانده یک کمه که دیگه باید پخته شد و بعد از این کارش تمام میشه. دیگه ما یک دانه قسمت سیر ضرورت داریم دیگه از این مواد ضرورت نداریم به خاطر همش آماده است و به شکل خوبی آماده شده و پیش از پیش باید که از مرخی استفاده کنیم این سیره هم آماده بسازیم. سیره هم میده میده کردیم و حال به خاطر از اینکه ما خوبتر بتونیم مخلوطش کنیم یا همراه با مواد خوبتر مخلوط شد باید که به شکل همراه با پیاز یک جای مخلوطش میکنیم. خب این قسمت نان هم آماده شد این قسمت میگذاریم و داخل دیگه که ما کرپس آماده ساختیم حرارت زیاد میکنیم و شروع میکنیم از یک طرف. یعنی از یک طرف اول چی را آماده میسازیم؟ اولی قسمت پیاز سرخ میکنیم، بعدش مرچ دلمه رو اضافه میکنیم، بعدش بانجان رو میره و تا وقتی که یا کم کم آماده میشه ما گوشت هم آماده میسازیم هم رازی مخلوط میکنیم همیست که آماده میشه. خب به این شکلی رایسته است سرخ میکنیم تا وقتی که کمی سرخ میشه میریم بسته تصویری رو میبینیم برمیگردیم باز هم با ما باشید. اوناب و خواص آن. اوناب هم میوه خوشمزه و هم داروی گیاهی به شمار می رود. اوناب در مناطق گرم سیر زر می شود. کشت آن در شمال آفریقا، جنوب اروپا و نواحی مدیترانه رواج دارد. برگ های درخت اوناب کوچک، زیبا، شفاف، متناوب و دندانه دار است. گل های آن کوچک و برنگ سبز مایل به زرد می باشد. میوه اوناب برنگ سرخ و به شکل تخم مرغ و دارای یک هسته است. طعم اوناب کمی شیرین است. این میوه قدرت ماهیچه ها و توان بدنی را افزایش می دهد. اوناب خشک، آرام بخش، ضد سرطان، ضد بیماری های تنفسی، بند آورنده خون و مقوی است.
تصفیه کننده خون بوده و به هضم غذا کمک میکند. در درمان نامرتب بودن ضربان قلب، عرق شبانه و تحریک زیاد بدن استفاده می شود. ریشه گیاه عناب در درمان سوی هاضمه مفید است. از دیگر مواد تشکیل دهنده عناب، ویتامین های B2، A و C، املاح مانند کلسیم، فسفر و آهن می توان اشاره نمود. در عصاره چوب عناب، اسید زیزیفیک و اسید زیزیفوماتیک وجود دارد. ضد آلرژی است. به افزایش وزن کمک می کند. عناب به دلیل داشتن لعاب زیاد نرم کننده سینه است. ملین است. ادرار آور است. آرام کننده اعصاب است. ضد سرفه است. خواب آور است و بیخوابی را برطرف می کند. جوشانده پوست درخت عناب داروی ضد اسهال است. خستگی را برطرف می کند. ریشه عناب رشد موی سر را زیاد می کند. برگ عناب خاصیت تبر دارد. جوشانده عناب گرفتگی صدا را برطرف می کند. موجب تقویت دستگاه گوارشی می شود. حافظه را تقویت می کند. کم اشتهایی را هم برطرف می کند. برای سلامتی کلیه ها سودمند است و همچنان موجب تقویت کبد می شود. مضرات: عناب در اشخاص سرد مزاج تولید گاز و نفخ می کند. این گونه اشخاص باید عناب را با کیله بخورند.